در این مورد بیشتر بحث میکنیم با مهمانانم مهدی افضلی آگاه روابط بین الملل که از طریق خط اسکایپ در برنامه با ما وصل هستند و عمر مختار آگاه سیاسی و استاد دانشگاه که در استودیو حضور دارند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای افضلی اگه بحث را با شما آغاز بکنیم، چه برداشت و نگاه دارین به صحبت های وزیر خارجه پاکستان در قبال افغانستان؟ خوب در سخنان خود گفته که افغانستان با ثبات را به نفع خود میدانند. با سلام خدمت شما همکار شریک در بحث و مردم افغانستان. در این هیچ جای شک نیست که پاکستان یک از کشورهای مهم است که در افغانستان هم تاثیرگذار است و هم از وضعیت افغانستان تاثیرپذیر است و این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در طول 40 سال از تحولات سیاسی افغانستان گاه پاکستان سود برده و گاه پاکستان آسیب دیده و زیان برش رسیده. چیزی که آقای دار مطرح میکنه فکر میکنم که ناشی از یک نگرانی بسیار بزرگ است و او نگرانی برمیگرده به چند تا موضوع. بحث اولی است که در طول در واقع اگست 2021 تا امروز نزدیک به 3 سال است که افغانستان عملا توسط طالب ها کنترل میشه و ای در واقع دو تا پیام را برای دولت اسلام آباد مخابره میکنه و حکومت موجود در پاکستان در یک ناگزیری و فشار جدی قرار گرفته. بحث اولی است که وقت عملا در کابل یک اداره شکل گرفته که این اداره تا حدود اداره قومی است و در کنارش طالب ها تمام سکان سیاست و قدرت را در افغانستان به دست گرفتن، در ایالت های مثل خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان تا حدود طالب های پاکستانی که ناراض است از وضعیت سیاسی پاکستان و همینطور چهره های غیر وابسته به طالب اما در واقع ساکنی در پاکستان، اینها یک نوع احساس امیدواری پیدا کردن که یک دولت در کابل هست و این دولت هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ ایدئولوژی مذهبی با گروپ های رادیکال و مخالف اداره سیاسی و خصوصا فوج پاکستان در کابل به وجود آمده و اینها از سال 2021 اقدامات جدی و خطرناک را علیه فوج و علیه نیروهای امنیتی پاکستان انجام داد که در بسا موارد نیروهای فوج عملا پایگاه ها و پاسگاه های امنیتی که در مناطق مختلف داشتن اینها را جمع کردند و FC که یک گرگان در واقع به شکلی که ما اربکی از یاد میکنیم نیروهای مربوط به کمپانی های خصوصی است که عملا کنترل یا امنیت داخل در واقع حدود جغرافیایی پاکستان را به دست گرفته، به خاطر از اینکه آمار حملات طالبان پاکستان بر ارتش و نیروهای استخباراتی پاکستان افزایش پیدا کرده بود، چون این نیروها مسلکی هستند و ارتش پاکستان به هیچ عنوان نمیخواهد که نیروهای خود را از دست بده. بله. و خب نگرانی دوم چی است؟ با باور شما درست نگرانی دوم چی است؟ نگرانی دوم ناشی از در واقع یک وضعیت انارشیزم امنیتی و سیاسی در داخل افغانستان است و این انارشیزم امنیتی و سیاسی در داخل افغانستان موجب میشه تا دو تا بحران در داخل افغانستان اتفاق بیفته که این دو تا بحران امنیت ملی پاکستان را آسیب میزنه. بحث اولی است که بلوچهای ایالت بلوچستان و مناطق سرحدی با افغانستان از طریق افغانستان با استخبارات هند ارتباط است و این ارتباط باعث میشه که اینها عملا تسلیح شوه، حمایت شوه و در مقابل دولت در واقع پاکستان اقدامات جدی نظامی را انجام بده. بحث دیگه ای که میتونه در این ارتباط وجود داشته باشه، یعنی مسئله دومی که برای پاکستان به نهایت مهم هست، ایست که بحران موجود در داخل افغانستان
دامن پاکستان را بگیره و این بحران در واقع ادامهش به ضرر پاکستان و به ضرر اسلام بله آباد بله تمام آقای شده. افضلی، مواردی که شما اشاره کردین چه قسم ربط میتین ایره به صحبت های وزیر خارجه پاکستان؟ حالا تمام این موارد موارد داخلی پاکستان است، مثلا بحث بلوچستان که شما مطرح کردین، خب وضعیتی که حال در پاکستان عملا جریان داره مخصوصا ناامنی های بحث های داخلی خود پاکستان است. ببینین اینا ناشی از یک در واقع جغرافیای امن است که در داخل افغانستان به وجود آمده. طالب حاکم در افغانستان، یعنی جریان حاکم در افغانستان، سه تا وابستگی جدی در داخل پاکستان داره. وابستگی اول وابستگی اقتصادی است. چهره های مثل ملا برادر و همینطور خانواده حقانی، خانواده ملا عمر در داخل پاکستان بنگاه های بزرگ اقتصادی دارند، در فروش نفت، در فروش تیل، در تمام موارد اینا زیدخل هستند. در ایالت بلوچستان یک بخش بزرگ از در واقع قرارداد های تیل مربوط به آقای ملا برادر و کسان همدست با آقای ملا برادر است. لذاست که در ایالت های مختلف، چی در سین و چی در پنجاب، چی در خیبر پختونخوا و بلوچستان، بسیاری از چهره های سیاسی حاکم در کابل داد و ستود های بزرگ اقتصادی و شرکت های تجاری داره که ای عملا اداره کابل را به پاکستان وابسته می سازن. بحث دومی که مهم هست وابستگی فکری هست. وابستگی فکری ناشی از یک رابطه عمیق و معنادار است که رهبران و نخبگان سیاسی موجود در اداره کابل یا عملا تعلیمات نظامی در پاکستان سپری کردن یا تعلیمات مذهبی در پاکستان سپری کردن. اکثر ملاهای پاکستان ملاهای درباری است، وابسته به استخبارات پاکستان و فوج پاکستان است و این دومین وابستگی است. در کنار وابستگی مالی، وابستگی ذهنی وجود داره. سومین وابستگی، وابستگی قومی و اتنیکی است و این وابستگی اتنیکی در دو طرف خط مرز یا در دو طرف دیرن یک نوع رابطه عمیق را به وجود آوردن که نمیتونه اینا را از دیگر جدا بکنه. به مو خاطر است که وضعیت در داخل افغانستان به شدت روی وضعیت در پاکستان تاثیر میگذاره. ولی خب برعکس در طول تاریخ ای ثابت شده که پاکستان تاثیر منفی داشته بالای وضعیت افغانستان. ولی بیشتر با شما بحث میکنیم آقای نگزاد، شما چقدر موافق صحبت های وزیر خارجه پاکستان هستین؟ ای که اونها میگن صلح و ثبات در افغانستان را به نفع خود میدانند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر افضلی صاحب و سایر ملت افغانستان. در قسمت بیان های اظهارات اخیر مقامات پاکستانی مبنی بر رعایت اصل سیاست همشمول و رعایت حقوق تمام شهروندان افغانستان از طرف حکومت فعلی افغانستان، از طرف امارت اسلامی، یک بحث کلان ای هست که منفعت پاکستان در ای چی هست و ای را از دید روابط بین الملل، از دید همسایگی با افغانستان قطعا یک امر مهم هست. بله، به هر اندازه‌ای که اگر بگوین که واقعا افغانستان صلح آمیز و با ثبات به نفع پاکستان است. بله، افغانستان با ثبات قطعا به نفع پاکستان هست، به نفع منطقه هست. بحث از اینجا است که افغانستان در یک قدمی با پاکستان قرار داره. اینجا از لحاظ سیاسی هر تحولات سیاسی که در افغانستان میاد قطعا آسیب پذیری و مفیدیت از این برای پاکستان میرسه. بله خب میدانین آقای نگزاد که خب در چهار دهه گذشته از هر بحران پاکستان سود برده و او را دامن زده، کلانش ساخته. عالم عملا ادعای امارت اسلامی است که گهگاه نیروهای داعش که در افغانستان میان عملیات میکنن از خاک پاکستان است. یعنی به این معنا که آنچه که اینها میگن و آنچه که عملا میکنن بسیار متفاوت است. یعنی افغانستان باثبات را اینها به نفع خود نمیدانن. خب یک بحث ای است که افغانستان با ثبات به کدام معنا هست که به نفع پاکستان باشه و یکی که فعلا وضعیتی که در افغانستان وجود داره قطعا این وضعیت با اوضاعی که قبلا در افغانستان حاکم بود با او متفاوت تر هست. قبلا بحث های کلان سیاسی و پروژوی بود که در دوران حکومت قبلی از اینا پاکستان مستقیم منفعت می برد، به هر اندازه‌ای که
در افغانستان پروژه ها و بودجه جنگی در افغانستان تمویل می شد قطعا پاکستان منفعت بیشتر می رود. ولی امروز از این که در افغانستان بنابر تعبیر مسئولین امارت اسلامی بهانه‌ای برای جنگ وجود نداره، بنابراین نسبت به وضعیت بد وضعیت خوب به نفع پاکستان هست که حداقل آن ترسی که مقامات پاکستانی دارن چنانچه که افضلی صاحب اشاره کردن مواردی را که اشاره کردن از این موارد اینا بیشتر در ترس هستن. بله. و این ترس بله آقای نگزاد، خوب شما صحبت های پسین وزارت دفاع امارت اسلامی را هم نمیشه نادیده بگیرین. بسیار به صراحت میگه که داعش شاخه خراسان را حمایت میکنه. خوب یک بحثی است که ما چقدر اتهاماتی را وارد بکنیم طرفین، یعنی میگین این در حد اتهام است حرف امارت اسلامی؟ نه، بحثی است که ما به خاطر اینکه طرفین را حضور داعش را در کشورها در پاکستان یا در افغانستان نه پاکستان تایید میکنه و نه هم افغانستان تایید میکنه. وزارت دفاع میگه در پاکستان است و از اونجا حمایت میشه. خب یک بحثای کلان سیاسی هست. چی ما میگیم که اینا طرفین میگن که ممکن در اینجا باشه و در اونجا باشه، ولی در حدی که ما بتونیم ثابت بسازیم اگر در افغانستان حضور داعش باشه قطعا که در پاکستان هم. ولی چرا وقتی بحث پاکستان میشه میگین که پاکستان نگرانی داره و یک قسم توجیه میکنین که حقیقی است این نگرانی، وقتی افغانستان مطرح میکنه میگین این در حد یک ادعا میتونه باشه؟ خب بحثی که پاکستان چقدر در وضعیت افغانستان در خوب بودن و بد بودن وضعیت افغانستان متاثر میشه یک امر حقیقی است. اگر وضعیت در افغانستان بهتر باشه پاکستان هم از این ناحیه صدمه نمیبینه، بلکه از این ناحیه خرسند هست و به هر اندازه‌ای که وضعیت در افغانستان هرچند در... تحلیل است که شما میکنین، اما حقیقت سیاست پاکستان را میدانین در قبال افغانستان. 40 سال تبر به دستش بوده و به کمر افغانستان زده. حالا امارت اسلامی میگه گهگاه نیروهای داعش از پاکستان وارد خاک افغانستان میشه. خب ممکن مسائلی که مطرح میشه، مسائل استخباراتی که مطرح میشه، ممکن استخبارات منطقه، استخبارات کشورها کار بکنن و بعضی از رازها را بدانن، ولی در حد حرف شما را ما قبول بکنیم. یک کشوری که مثلا با معنای واقعی صلح و ثبات را در افغانستان بخواهد، پاکستان مثلا صدها تیلر کالاهای تجارتی را بند میکنه در خاکش، مثلا با مهاجرین برخورده که پاکستان میکنه همین گونه برخورد میکنه، مثلا مرز را میبنده، مثلا ویزه پاکستان را میدونن چقدر سختی گرفته میشه، خب بیخی کاملا بند است و در بازار سیاه دارن با فروش میرسانن. چطور به این نتیجه میرسین با توجه به همه ای ابعاد منفی که است که خب پاکستان داره ثبات را به نفعش میدانه در افغانستان؟ خب قبلا اشاره کردیم که بحث ثبات در افغانستان اصل مسئله ای هست که اونا ادعا میکنن که حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان منفعت ما هست، یعنی ما ایره می طلبیم. آنچه که ظاهر هست این مسئله هست و این حقیقتا همه می دانیم. زمانی که در افغانستان ثبات باشه نه تنها پاکستان، با سایر کشورهای همسایه هم از این وضعیت خوب نفع می برند و به هر اندازه‌ای که در افغانستان ثبات نباشه اونا از این ناحیه متضرر میشن. پس بناهن از این اساس قطعا که رابطه مستقیم داره با وضعیت افغانستان، با وضعیت سایر کشورهای منطقه. بله خیلی سپاسگزارم. من برمیگردیم بیننده ادامه برنامه هم پس از وقفه باشید. باز هم خوش آمدید آقای افضلی. خوب آنچه وزیر خارجه پاکستان گفته یک مورد ای است که باید از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده نشه. برعکس درست پیش وزیر دفاع پاکستان گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور گروه های حراس افغان در افغانستان بسیار کاهش یافته، یعنی گفته به سطح چشمگیره. فکر نمیکنین تناقضات وجود داره در دیدگاه های مقامات پاکستانی؟ ببینیم چند متاسفانه چند مشکل بسیار جدی وجود داره. بس اول است که پاکستان یک کشور به نهایت استخباراتی و پروژه بگیر است در سطح بین المللی.
برعکس چیزی که ما تصور داریم که افغانستان که جغرافیه استراتژیک است، من فکر میکنم که پاکستان جغرافیه استراتژیک است. به این معنا که ای پاکستان است که قدرت های بزرگ بر جنوب آسیا و بر آسیای میانه سرش سرمایه گذاری کرده و ای سرمایه گذاری با عمر پاکستان، به اندازه عمر پاکستان قدامت و تاریخ دارد. امروز هم شرایط پاکستان به گونه است که اگر حمایت های اقتصادی امریکایی ها و کشورهای عربی نباشد، پاکستان روزش پورا کرده نمیتونه، به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی این کشور در آستانه فروپاشی قرار داره. و من فکر میکنم که در ماهای آینده ما شاهد یک کودتای نظامی در پاکستان خواهد بودیم. حکومت ملکی پاکستان سرنگون خواهد شد توسط اختشاشات و نارضایتی های داخلی و فوج پاکستان قدرت را به دست خواهد گرفت و عملا سیاست خارجی پاکستانی که دچار تناقض و در واقع نوسان شده بین چین و ایالات متحده آمریکا، یک تعهد جدی را آمریکایی ها و بریتانیایی ها از فوج پاکستان خواهد گرفت و فوج پاکستان عملا مأموریتی خطرناک را برای آسیای میانه به دست داره که او پروژه داعش است. وزیر دفاع افغانستان فکر میکنم که گپی جدی را مطرح کرده در ارتباط به داعش در افغانستان. به همین خاطر است چون پاکستان یک کشور پروژه بگیر است، از یک طرف از وضعیت افغانستان به نهایت آسیب پذیر است و وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان روی پاکستان تاثیر میگذاره، از دیگر طرف به شدت روی بی‌ثباتی سیاسی پاکستانی ها در افغانستان کار میکنه، سرمایه گذاری میکنه و آدم های را و گروپ های را بر چنین روزهای داره. به امور رقمی که اشاره کردم که ملاهای درباری و ملاهای وابسته به فوج پاکستان در ایالت های مختلف پاکستان به صورت آزادانه مدارس به فعالیت های تروریستی را داره و عملا فعالیت میکنه و توسط نهادهای امنیتی پاکستان اینا حمایت میشه. این نیروهای ذخیره بر روزی مبادا است که اونا بتانه از اون نیروها استفاده بکنه. پاکستان تلاش میکنه تا در افغانستان ثبات سیاسی به وجود نبیایه. نه تنها برای پاکستان، ایرانی ها هم به نفعش نیست که در افغانستان یک دولت با ثبات وجود داشته باشه، به خاطر از اینکه ثبات سیاسی در افغانستان، دولت توسعه یافته در افغانستان نارضایتی را در مناطق سرحدی افغانستان به وجود میاره و این قطعا منجر به نارضایتی بلوچ ها خواهد شد و ایرانی ها هم از این ناحیه آسیب میبینه. به او خاطر یک تعهد نانوشته بین ایرانی ها و بین پاکستانی ها وجود داره. حتی در حملات موشکی که به یکدیگر داشتنم امو تعهد نانوشته ولی مبتنی بر یک منافع استراتژیک را هر دو کشور همزمان دنبال میکنه. پس با این وجود هرچی که مثلا در پاکستان جریان داره از خودشان است، از درون است. وقتی بازمیا نگرانی میکنه که از خاک افغانستان باید علیه کشورهای دیگر تهدید واقع نشه، فکر میکنین با این ترفندها داره کدام بازی را دنبال میکنه؟ امو رقمی که اشاره کردم، چون پاکستان یک کشور مرموز است از لحاظ امنیتی و یک کشور استخبارات زده است، یعنی شما در داخل پاکستان وقت زندگی میکنین، در محافل شخصی حتی تلاش میکنین که حرفی نگوین که در اونجا فوج و دستگاه استخبارات پاکستان مورد نقد شما باشه، به خاطر از اینکه ممکن است در بین یک روز شما دیگه او آزادی خود را نداشته باشین و تمام امنیت شما و امنیت خانواده شما دچار بحران شود. چون یک کشور استخباراتی است، به همو خاطر است که پالیسی های سیاسی و سیاست مداران پاکستان هم نمیدانه که در پاکستان چی میگذره. این یک واقعیت است. چی خانواده آقای شریف، چی خانواده در واقع بوجو و چی خان و صدها چهره سیاسی و خانواده های اشراف و سیاسی پاکستان که امی اشراف ها توسط فوج بزرگ شده و آمده و همواره اینها را علیه همدیگر استفاده کرده، اینها هم نمیدانه که در پاکستان چی میگذره، به خاطر از اینکه
شما همی روز شاهد هستین که پدر بلاول بوتو که از حزب پیپلز پارتی است به عنوان رئیس جمهور پاکستان است، ولی عملا خود حزب پیپلز در کابینه پاکستان نیست، در کابینه دولت ملکی. و آقای بوچو هم اعلان میکنه که ما در این حکومت نامدیم چون ای عمر از این حکومتش معلوم نیست. یعنی عملا چهره های فاسد و چهره هایی که اسناد دارد در دادگاه های پاکستان، اینا میایه به عنوان سکانداران سیاسی پاکستان و این فوج است که تمام جریان ها را مدیریت میکنه، نه آقای دار و نه نخست وزیر پاکستان و نه هیچ کسی در پاکستان. واقعیت امریست که نمیدانه که انصافا در پاکستان چی میگذره، به خاطر از اینکه شما شاهد هستین که آقای کاکر وقتی نخست وزیر پاکستان بود، نخست وزیر موقت پاکستان، توسط ازمی آدم تجارای بسیار بزرگ که اونا متعلق به افغانستان بودن ولی مهاجر بودن در پاکستان، اینا را از پاکستان اخراج کردن، دارایی های از اینا را گرفتن، سرمایه های از اینا را در ایالت های مثل خیبر پختونخوا و مثلا شهرهای مثل کراچی و پشاور و لاهور مسدود کرد، شرکت های بزرگی که مربوط به افغان ها بود اینا را قبضه کردن. فوج پاکستان توسط یک حکومت سرپرست که هیچ گونه مسئولیتی در قبال منطقه هم نداشت، در قبال دنیا هم نداشت. و امروز شما نمیدانین که آقای نخست وزیری که در او دوره امی پالیسی رو پیش می برد در کجاست. به مو خاطر است چون فضا فضایی حجاب میکرد، پاکستان از هر ابزار ممکن استفاده میکنه تا از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی افغانستان را آسیب برساند. بله خیلی سپاسگزار. حالا با توجه به حرف هایی که از طرف آقای افضلی زده شد و ای که خب پاکستان داره تلاش میکنه تا افغانستان را آسیب بزنه، با این وجود خب پاکستان تاکید میکنه به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، فکر میکنین در عقب این مسئله چه بازی نهفته است؟ خب قطعا بحثی که پاکستان همواره در قبال افغانستان مطرح میکنه آنقدر هم صادقانه نیست، چون پاکستان در طول تاریخ ثابت کرده که ظاهرا چی چیزی رو میخواید و در باطن چی چیزی ادعا دارد. چی میدانیم که پشت سر از این مسائلی که اینا اظهار میکنن پروژه های کلانی باشه و یا به تعبیر اظهارات اینا حتی حکومت کابل را صدمه بزنه، چرا که زمانی که اینا دایره که رسانه ای مطرح میکنن از طرف مقامات اینا مطرح میشه، قطعا کسانی که در افغانستان قطعا هر حکومت مخالفین خود را داره، ممکن برای از اینا آب انداختن برای آسیاب باشه، ولی ای که اینا چقدر خود را دایی دلسوزتر نشان میتن این بحث خودشان است. ولی در مسئله ای که افغانستان را من مطرح میکنن که از افغانستان حملاتی نشه و او هم بالای پاکستان، که ای در طول تاریخ پیشینه نداشته به شکل آنچنانی که پاکستان بالای ما حمله کرده، بالای افغانستان حمله کرده، ولی باز هم بحثای پروژه مطرح میشه، بحثای کلان که پاکستان از طرف چی کسی دکته میشه، از طرف چی کسی پیام برش داده میشه، از جایی که حکومت پاکستان در عصر حاضر آن حکومتی نیست که ما سرش حساب بکنیم و یا خودشان سرش حساب بکنن، از داخل پاشیدگی های وجود داره. قطعا اینا بحثایی را به خاطری که از هان عمر مصروف بسازن و بر خودشان نشان انگشت نشانی بحثا را مطرح میکنن. و از ای که میگه باید در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل شوه، چی میخواه؟ خب تشکیل حکومت فراگیر هم در افغانستان یک بحثی است که پاکستان ممکن یک خوراک رسانه‌ای برای خود پیدا بکنه و آنچنانی که در نشست ها معمولا گپی برای گفتن نداشته باشند میاد بحثایی را مطرح میکنند، ولی حقیقت آنچه که حکومت همشمول در افغانستان پاکستان از سالها به این طرف، از دهه ها به این طرف این مسئله را مطرح میکنه، ولی اینکه همشمول از دید حکومت پاکستان کدام حکومت هست، نه در دوران حکومت پیشین جمهوریت در افغانستان ثابت شد که اینا هدفشان از همه شمول چی هست و نه هم در حالا پالیسی مشخص، تعریف مشخصی از همه شمول بودن حکومت ندارن و این ادعایی را که میارن، مسئله را که مطرح میکنن، قطعا این مسئله یک شایعات بیش و یا هم پروژه بیش نیست. بله، پروژه از طرف کی؟
خب ممکن ده با پاکستان چنانچه که افضلی صاحب هم اشاره کردن، حکومت پاکستان، قدرت در پاکستان گاهی از طرف امریکا، از طرف روسیه و انگلیس، اینا رابطه مستقیم با قدرت داره. ما از قرنها قبل، زمانی که ما تاریخ افغانستان را مطالعه میکنیم، مداخله پاکستان نسبت به افغانستان مداخله خودشان نبوده، مداخله بوده که گاهی انگلیس ها مداخله کرده از طریق پاکستان، گاهی امریکایی ها، شرق و غرب همه به نوبه خود بنابر ارتباطی که با اینا داشتن می آمدن مطرح می کردن. بله، و فرمایشات حکومت فراگیر یا همشمول اینها در افغانستان در حال است که در خود پاکستان عملا میان حکومت و مردم پاکستان بر سر چگونگی قدرت سیاسی جنگ است. می دانین بلوچ ها یک دلیلی که استادگی می کنند در برابر حکومت پاکستان و مبارزه می کنند بحث قدرت است، که قدرت انحصار شده از طرف یک بخش مردم و چند تا خانواده. همین گونه پشتون هایی که دارن قیام کردن و علیه پاکستان می جنگن هم همین مسئله است. بله، در پاکستان که حکومت همشمول، تنها معنای جمهوری بودن معنای همشمول نیست، یعنی تنها یک مصداقی نیست که یک حکومت از طریق رأی بیاید این مصداق همشمول بودن شود، که اگر این استدلال بکنند که ما همشمول هستیم. نه، در تمام احزاب و گروه هایی که مخالف حکومت هستند در پاکستان فعلا مظاهراتی که وجود داره، فعلا حتی جنگ های، عملا جنگ ها جریان داره در پاکستان، که قطعا این مسئله در حکومت پاکستان بحث همشمولیت بودن خودشان را زیر سوال میبره، چی رسه به ای که پیام بر ما میتن که شما همشمول باشید. حتی انتخاباتشان هم با 1001 تا پرسش رو بروز تقلب شده گفته میشه. در این انتخابات حزب عمران خان که میتونست کرسی نخست وزیری را کمایی بکنه، رهبری و حزب را به بهانه های مختلف، دید پاکستانی ها این گونه است که رهبر حزب ازوره و افراد کلیدی دیگر به زندان ها انداختن. حالا با این گونه کشور امارات اسلامی باید چگونه سیاست را دنبال بکنه؟ خب از جایی که انتخابات در کشورهای به تعبیر جهان سوم، البته تعبیر ما نی، تعبیر عامی که برای کشورها از در اینا، بحث انتخابات یک بحث تمسخرآمیز و رسوا کننده است که صرف به عنوان نام آمده که ما در افغانستان، در پاکستان، در ایران و حتی کشورهای پیشرفته هم ما ایر شاهد بودیم. ولی پالیسی افغانستان در مقابل پاکستان، آنچه که سیاست خارجی را که ما باید اعمال بکنیم، یک بحثی است که بحث اخلاقی پاکستان است که حکومت پاکستان اخلاقا ملزم به رعایت برخی از حقوق اساسی افغان ها نیست. اینا نه تنها برای حکومت افغانستان بلکه برای اتباع افغانستان که ما و شما در رسانه ها همواره میبینیم. از این لحاظ حکومت افغانستان یک رفتار بالمقابلی که نه با اینا صدمه برسه و نه هم اینا از حد خود تجاوز بکنن با پاکستان داشته باشه. بله آقای افضلی، اگه بحث را جمع بکنیم، امارات اسلامی مکلفیت های چی است؟ چطور باید با پاکستان برخورد بکنه؟ پاکستانی که همیشه دید آگاهان بر ای است که سیاست دوگانه را دنبال کرده در قبال افغانستان. فکر میکنم که ما در افغانستان متاسفانه چی در دوره طالب چی قبل از دوره طالب دچار یک فروپاشی در واقع اصول و ارزش محوری ملی شدیم. ما در افغانستان بر سر به اصطلاح یک دولت بودن متاسفانه توافق نداشتیم و این نبود توافق افغانستان را آسیب زده و اجازه نداده که در افغانستان یک کشور و یک دولت ملی مقتدر و قانونمند شکل بگیره، به خاطر از اینکه جزیره های قدرت در سراسر افغانستان متاسفانه استفاده سیاسی کرده از وضعیت و اجازه نداده که در کشور یک دولت مقتدر ملی همشمول و پاسخگو شکل بگیره. فکر میکنم که طالبا هم دچار یک روزمرگی بسیار خطرناک شده، روزمرگی ناشی از یک نوع وضعیتی که از یک طرف توسط فضای مجازی و مطبوعات خود را گل و گلزار نشان میده و از طرف دیگر با پالیسی های بی نهایت نادرست و نشایسته پروسه یا فرصتی که برای دولت سازی و ملت سازی در افغانستان امروز میسر شده او را عملا به چاه در واقع زشتی ها و ناکامی ها مندازه. من فکر میکنم که امروز بزرگترین و قویترین دلیل برای از اینکه افغانستان به طرف ثبات برویست که
آقای ملا برادر و ده ها چهره مربوط به خانواده آقای حقانی و همینطور مربوط به خانواده ملا عمر و تمام چهره های طالبا، اکثریت از اینا در بندیخانه پاکستان یک دوره را گذرانده و اکثریتی از اینا حقارت ها و بدبختی ها و زشتی ها را در پاکستان تجربه کرده و فکر میکنم که امیر باید بانوان یک الگوی بسیار خوب، الگوی عزت بر از اینا تبدیل شود و صدای مردم افغانستان را بشنود و بر یک دولت ملی در افغانستان اقدام بکنه. دولت ملی که در او همه گروه های سیاسی، همه گروه های قومی و همه گروه های اجتماعی در افغانستان خود را ببینه و در آینه یک کشور، در آینه یک جغرافیا خود را تمثیل بکنه و احساس غرور بکنه به کشور مثل افغانستان که ما مربوط به یک کشور هستیم. در جغرافیایی که 50% انسان را که او خانم هاست حقوقش را نادیده میگیره، بالاتر از 20% جمعیت افغانستان که شیعیان است حقوقش را نادیده میگیره و جوان ها را عملا از صحنه سیاست با قدرت حذف کرده و هزاران جوان متخصص و مسلکی افغانستان متاسفانه در مرزهای ایران و پاکستان و ترکیه و کشورهای اروپایی در زیر چکمه های پلیس و در زیر فشارهای روحی و روانی حیثیتش، عزتش، غرورش متاسفانه لگدمال شده. این غرور باید برگردانده شود. اگر طالب انصافا به دنبال از است که افغانستان را بسازه، باید بر بگرده، باید این نیروها و این اقشار و این گروپ های سیاسی حول یک محور جمع شود و در غیر از او باور کنین، خدا شاید است، باور کنین که 5 سال دیگه امی آقای وزیر دفاع افغانستان، امی خانواده حقانی، امینا دوباره در زندان های پاکستان است. خدا شاهد است اگر نبود مرا به مو خدای واحد قسم است. به خاطر از اینکه ثبات سیاسی است که بر افغانستان عزت میتن و عزت افغانستان در سایه از است که ما مثل برادر، مثل عضو یک خانواده یک دیگر را در آغوش بگیریم و کاستی ها و کمی های وطن عزم بکنیم. آقای نگزاد، فشرده شما هم اشاره بکنین، حال پاکستان درست از پالیسی های مختلف را داره دنبال میکنه به اساس محوریت منافع ملی خودش. افغان ها چطور تعریف بکنه منافع ملیشان را و همون گونه تقابل بکنه با پاکستان؟ خب قطعا بحث منافع در افغانستان، منافع ملی افغانستان امر مهمی است که از طرف حکومت، از طرف امارت اسلامی تعریف شده باشند و این بحث همشمول بودن حکومت یک بحث مهمی هست در میان افغان ها. فراتر از بحث افغان ها در میان کشورهای همسایه، در میان کشورهای درجه یک و قدرت های بزرگ، ولی ما دلسوزانه باید پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان، برای حکومت کابل این هست که بیاین معیارهایی که برای همشمول بودن حکومت هست این معیارها را تعریف بکنیم. تعریف نه که به زعم خود ما باشه که ما چی برای همشمول بودن کدام معیاری را تعیین میکنیم. معیارهایی که برای همشمول بودن از بحثی که درست است که فضایی که به تعبیر آنها فضایی که فعلا موجود است فضا مناسبی نیست که اینا همشمول بودن را عملی بکنن و یا هم به تعبیری همه شمول هست، اینا بیاین پالیسی بسازن، برنامه بسازن. در گذر زمان فرصت ها از دست میره، چنانچه که اشاره شد ممکن به هر اندازه‌ای که همه شمول بودن در افغانستان به معنای واقعی تمثیل شوه، به معنای واقعی تطبیق شوه، به می اندازه عمر حکومت ها بیشتر میشه، دوام حکومت ها معتبرتر میشه. در غیر از او ضرر ازی برای مردم افغانستان هست، برای حکومت هایی که در افغانستان میاد، برای اینا هست. بنان پیشنهاد ما این هست که یک حکومت همشمول به معنای واقعی با در نظر داشت معیارهایی که امارت اسلامی هم تعیین میکنه با در نظر داشت اینا تطبیق. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی. سلام. بکنم که همشمول بودن به معنای قانونی بودن است. یک درست. نظام تشکر. سیاسی تشکر آقای افضلی، قانون اساسی معنا پیدا بکنه. همشمول بودن را طالب تعریف نمیتونه، قانون تعریف میتونه. خیلی سپاسگزار.